ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی سفارت، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل و شماری از کشورهای غربی در پیوند به شلاق زدن 3 زن و 9 مرد در ولایت لوگر را توهین به دین مقدس اسلام خوانده است. سخنگوی امارت اسلامی اقدام پسین امارت اسلامی را اجرایی کردن قانون جزای دین دانسته و ظالمانه و غیر انسانی خواندن این اقدام از سوی کشورهای غربی را مخالف اصلهای بین‌المللی گفته است. آقای مجاهد در توییت نوشته که کشورها و سازمانهای جهانی نباید اجازه دهند چنین اظهارات غیر مسئولانه از آدرس آنان نشر شود. ایمل سیار با جزئیات بیشتر. واکنش امارت اسلامی به ظالمانه خواندن اجرایی کردن حد در لوگر. پس از آنکه 3 زن و 9 مرد در ولایت لوگر به جرمهای زنا، لواط و سرقت از سوی مسئولان دادستانی امارت اسلامی شلاق زده شدند، شماری از کشورهای غربی و سازمانهای جهانی این اقدام امارت اسلامی را ظالمانه توصیف کردند. اما حالا امارت اسلامی با دفاع از موضع خود اقدام پسین امارت اسلامی را اجرایی کردن قانون جزای دین اسلام خوانده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی در تویت اظهارات پسین سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل و نمایندگان شماری از کشورهای غربی در این پیوند را مخالف اصلهای بین المللی و به احترامی به دین مقدس اسلام گفته است. امارت اسلامی افغانستان اظهارات سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد و دیگر نمایندگان کشورهای غربی در پیوند به تطبیق قانونهای جزای دین مقدس اسلام از جمله زدن به دوره را غیر انسانی و ظالمانه خواندند، نیکوهش کرده و آن را به احترامی به دین مقدس اسلام و مخالفت از اصلهای بین المللی میپندارد. آقای مجاهد با غیر مسئولانه خواندن این اظهارات گفته که کشورها و سازمانهای جهانی نباید اجازه دهند چنین اظهارات از آدرس آنان نشر شود. اتحادیه بین‌المللی که در این قضیه نگرانی میکنن و میگن حق زنها و حق بشر تلف شده، بیشتر دیدشان دید سیکولار است، اما نظر به دید شریعت، نظر به عقیده شریعت، تطبیق حدود یک نوع غمخوری در حق مسلمان است که گناهی از او پاک میشه و داخرت محصوبی خوروی نمیداشته باشه از اوناهیه. بیش از این دادستانی عالی امارت اسلامی گفته که پرونده های مجرمان را به گونه شرعی و دقیق بررسی میکنند و پس از کامل شدن بررسی ها تنها آنانی که مجرم شناخته شوند مورد مجازات قرار میگیرند.